جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز جمعه گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مرتکب جنایات جنگی شده است. آقای بایدن گفت که تصمیم محکمه بین المللی جرائم یا محکمه هاگ مبنی بر صدور حکم بازداشت پوتین موجه است. او افزود که پوتین آشکارا مرتکب جنایات جنگی شده است. در همین حال جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی آمریکا، گفت که شورای امنیت ملی قبل از هر گونه اظهار نظر رسمی به این تصمیم محکمه جرایم بین المللی نظر خواهد انداخت. رئیس جمهور بایدن درباره این تصمیم محکمه بین المللی جرایم واضح بوده است. ما می خواهیم مطمئن شویم که روسیه بابت قساوت های خود به خاطر جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در داخل اوکراین و علیه مردم اوکراین پاسخگو قرار بگیرد. ما با کمکمان به نهادهای بین المللی در جمع‌آوری اسناد و شواهد ادامه می دهیم و تحلیل و تجزیه این شواهد را آغاز می کنیم. اما در حال حاضر بیشتر از این سخنی ندارم. ساعاتی پیش از اظهارات آقای بایدن، محکمه بین‌المللی جرائم اعلام کرده بود که حکم بازداشت پوتین را به دلیل اخراج غیرقانونی کودکان اوکراینی صادر کرده بود. این محکمه با نشر اعلامیه گفته است که این جنایات مربوط به تاریخ 24 فوریه سال 2022 است، یعنی زمانی که روسیه تهاجم نظامی را بر اوکراین آغاز کرد و کودکان اوکراینی را جبران به روسیه منتقل کرد. در اعلامیه آمده است که دلایل منطقی وجود دارد که ولادیمیر پوتین مسئولیت این جنایات را به دوش دارد. حکم محکمه هاگ 123 کشور عضو این محکمه را مکلف می کند که در صورت ورود پوتین به قلمرو این کشورها او را بازداشت کرده و برای محاکمه به هاگ منتقل کند. دمیتری پاسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، در پیوند به این حکم محکمه هاگ به خبرنگاران گفت که این تصمیم باطل است. کارشناسان پوهنتون یل ایالات متحده ماه گذشته با نشر گزارشی گفتند که روسیه کم از کم 6000 کودک اوکراینی را در کم و بیش 43 کمپ و دیگر تأسیسات نگه داشته است، هرچند روسیه این اتهامات را رد کرده است. رئیس جمهور جو بایدن در حالی از صدور حکم بازداشت پوتین از سوی محکمه بین المللی جرائم حمایت و استقبال کرده است که ایالات متحده خود عضویت این محکمه را ندارد. در همین حال ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، این تصمیم محکمه بین المللی جرائم را تاریخی خوانده و گفت که منجر به پاسخگویی تاریخی خواهد شد. جدا ساختن کودکان از خانواده هایشان، محروم ساختن آنها از هر گونه فرصت تماس با بستگانشان، پنهان کردن آن کودکان در قلمرو روسیه، پراگنده ساختن آن کودکان به مناطق دوردست، همه اینها به طور واضح پالیسی دولت روسیه است. تصمیمات یک دولت شرور است که دقیقاً شروع آن کار توسط مقام ارشد آن حکومت است. من از تصمیم محکمه بین المللی جرائم و از هر کسی دیگری که در جهان در مبارزه ما برای عدالت کمک می کند خرسندم. دمیتری اورشکین، استاد دانشگاه آزاد در ریگا، این تصمیم محکمه بین المللی جرائم را بسیار مهم و دقیقاً درست می داند. این اقدامات محکمه بین المللی جرائم به خاطر بسیار مهم و دقیقاً درست است که در روسیه آنها باور دارند که چون آنها به معتمد دارند هر کسی از آنها می ترسد و تمامی پالیسی های آنان بر آن استوار بوده است. از این جهت منطقی خواهد بود که انتظار داشت این محکمه صدور فرمان را به تعلیق در خواهد آورد و انفعال اقدام خود را با برخی دلایل ترتیبات رسمی حقوقی توضیح خواهد داد. نه اینکه محکمه از بم اتم نمی ترسد، این محکمه از نقض قوانین می ترسد. اما ایوا وکوسیک، کمک استاد تاریخ در دانشگاه اوتریچت، این اقدام را سمبولیک می داند و می گوید دفتر سارنوال محکمه بین المللی جرائم می خواهد پیامی بفرستد که چه نوع برخوردی با مرتکبین این جرائم با آن مواجه خواهد شد. در همین حال رهبران کشورهای مختلف به این تصمیم محکمه هاگ واکنش نشان دادند. اولاف شولز، صدر اعظم آلمان، با استقبال از این تصمیم محکمه گفته است که هیچ کسی فراتر از قانون نیست. جیمز کلیورلی، وزیر خارجه بریتانیا، روز شنبه گفت بریتانیا به قضاوت محکمه بین المللی جرائم در خصوص صدور حکم بازداشت ولادیمیر پوتین احترام می‌گذارد. و فومیو کیشیدا، صدر اعظم ژاپن، گفته است که کشورش با علاقه بزرگ این تصمیم را دنبال می‌کند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، واشنگتن.